به نام آن که هستی نامزو یافت، فلک جنبش زمین آرامزو یافت. بیننده و شنونده برنامه اسلام افغان از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه شما بخیر، خوش باشین و خوشی ها از آن شما. خوشحال هستم باز هم بشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام افغان تا یک ساعت در خدمت شما هستیم و تمنا میبریم باشین و از داشته ها استفاده ها ببرین. آقای دکتر حافظ مفتی محمد ولی حنیف نویسنده و استاد دانشگاه هستند با ما. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. شکر، سلامت باشید. شما به سلامت. تشکر. شماره تماس برنامه ما 020-220-1093. تا نیم ساعت اول میتونین تماس بگیرین و سوالی که دارین بپرسین. اما پیش از اینکه ما سوالاتی را که شما ارسال کردین بپرسیم، دو تا برنامه که ما همه ساله روی دست میگیریم، برنامه حج و برنامه اقرا، خوشبختانه هفتمین فصل لشه هم امسال روی دست گرفتیم. نشر راجستریشن برنامه اقرا و بعد کوتاه در موردش معلومات میدیم، چون شما هم منتظر هستین که سوالات باید پرسیده شود. والدین گرامی، تلویزیون خورشید افتخار دارد که هفتمین دور مسابقات حسن تلاوت قرآن عظیم الشان را برگزار می نماید. اگر سن کودکانتان از 8 تا 13 سال باشد، می توانند در این برنامه اشتراک کنند. نخستین آزمون 9 صبح روز جمعه، 30 حمل سال روان. نشانی: سرک پنجم کلوله پشته، روبروی دفتر ملل متحد، شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. برای دریافت آگاهی بیشتر به صفحه فیسبوک اسلام و قرآن سر بزنید و یا به شماره 0782-22-47-10 به تماس شوید. خب دوستای عزیز، اعلان شنیدین، 30 حمل اولین روز امتحان هست و ساعت 9 بجه امتحان گرفته میشه. فقط دوستای عزیز، کسایی میتونه که در برنامه شرکت کنن که قرأت خوب داشته باشه. ما با حفظ و نداشتن حفظ کس کار نداریم، فقط مسابقه قرأت قرآن کریم است. از ولایت کابل، از ولایات میتونن که در برنامه دختر و پسر شرکت کنن. ثبت نام قبلی ندارد. امروز امتحان که آمدین بخیر، امروز هم امتحان است و هم ثبت نام. و یک نکته دیگر، بله، بعضی از دوستان میپرسن که پول هم میگیرین؟ نه خیر، ما پول نمیگیریم، هیچ چیز ما پول گرفتن نیست در اینجا. فقط ما باز برنده هایش پول هم میتیم و تقدیر نامه هم ان شاء الله داده میشه. خب اعلان برنامه حج باشه برای لحظات بعد. بریم به طرف طرح سوالات که دوستا منتظر موندن. داشتن نیت نیک در انجام کارها چقدر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه؟ جناب استاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به اساس حدیث صحیح و قاعده فقهی، اصل خود نیت جایگاه خاص در قبولیت اعمال صالحه داره. پیغمبر نازنین اسلام میفرماید انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. و قاعده فقهی است الامور بمقاصدها لا ثواب الا بالنیت. علما میگه دارمدار اعمال، صحت اعمال، قبولیت اعمال به نیت است. اگر نیت نیک باشه اونم مکافات. من جا بالحسنه فله عشر امثاله. و اگر نیت بد باشه مثلا مجازات. من جا بالسیئه، در آیت شریف است و مثلش به حساب جزا داده میشه. بنا نیت در قبولیت اعمال صالحه مهم است. در اکثر عبادات نیت قلبی مدار اعتبار است، الا مراسم حج. در مراسم حج باز جهرن نیت میکنه. سلامت. پس در کار خیر اگر نیت خیر نمیباشه، اگر نیت خیر نباشه، باز ببینید مسئله، اگر کارم انجام دادن ریا و سمعت میباشه، او بلای جانش میشه. اثرات یا پیامدهای مثبت داشتن این باشه وجود دارن. سلامت. اولین تماس امروز، بله بفرمایید. بله، بله، سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله، بفرما. بله، سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله، بفرمین برادر، سوالتان. چی حال، خوب هستین؟ تشکر، منتظر طرح سوالتان هستیم، بفرمین. از مولای صاحب بفرمین. سوال معمیست مولای صاحب، که همی یک شخص میخواه که ازدواج کنه، نه؟ دوست عزیز، دیدی که تماستان قطع کردن. دلیل از اینکه شما منتظر بودین که پس آواز نازنینتان فعلا پس از تلویزیون و هم رادیو بشنوین، این نادرست هست. سوالتان مطرح کنین، وقتی که استاد فرمان برای شما میگن که تماس شما وصل شد، مستقیم بریم به طرف سوالاتتان تا زیای وقت
از یای وقت جلوگیری شود. یک خواهر پرسیده جناب استاد در مورد تقدیر و قسمت، گفتن آیا واقعیت هست یا چگونه؟ فرمایید. ببینین مسئله قضا و قدر یکی از اشیای مؤمن بهی است که هر مسلمان وقتی کلمه میخونه به او عقیده جازم و کامل داشته باشد. بلی قضا و قدر فرض است. انسان عقیده داشته باشه که همه چیز خداوند کریم روزی که بیش از اینکه کائنات پیدا کنه اینا کل شیء خلقناه بقدر. در آمنت بالله میخوانیم والقدر خیره و شره من الله تعالی، عقیده داشته باشیم که همه چیز خدا در مو کتاب الله محفوظ نمشته کرده مطابق از مو قضای خدا بازو در دنیا صورت میگیره. قسمت و نصیب، خیر و شر، باز قضا و قدر و مسخود بحث جداگانه داره، بحث تفصیلی که در بخش‌های مختلف قبلا بیان کردیم. همه چیز در کتاب الله محفوظ نمشته است، بالوصف نه بالحکم که قبلا تشریح شده. سلامت باشین. در این راست یک سوال دارم، بعد از گرفتن تماس انشاءالله میپرسم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرما خواهر. می بخشین، سوال ما این بود از مولوی صاحب که ما خودم اعتکاف ششتیم، توبه کردیم از هتل، از رفتنش از ما را روسی که میشه در هتل هم اگه میرن ما تنها میمانم، می چاره ندارم. امیر میخواستم در باره شیکی نماز که میخوانم فکر روشم هر طرف واسه جانم این استودیو کمی ساوند بکی برما در میمانه های سوره را میگیرم در ذهن خود. بله خواهر بفرمایید، دوباره سوال تانه مطرح کنین، ما درست نشنیدیم سوال تانه. سوال می است که ما توبه کردیم، اعتکاف ششتیم، ما دیگه هتل نمیریم با روسی. اما اگه فامیلای ما میرن ما در خانه تنها میمانم، هیچ بر ما رای چاره نمی باشد. دوم که سوال می است که ما نماز میخوانم فکرم هر طرف میره، هر قدر روش حواس خود جمع میگیرم سر نماز باز امید درست نماز خوانده نمیتونم. تشکر خواهر، سلامت باشین. بفرمایید سوال شما. خداوند کریم همه خواهرها را توفیق بده که با پابند احکام شریعت باشه، مسئله حجاب، محرم، اونها را در نظر بگیره. بله دعوت اسلامی اگر دوستا و اقاربشان ولیمه عروسی باشن که عروسی اسلامی باشه، نظام مختلط نباشه، مرد و زن جداگانه باشه، برین دعوت و دعوت مشروع باشه که در اونجا مسئله کارای خلاف شریعت انجام نشه دعوت برین. اما اکثرا در هتل‌های فعلی ما هم احکام شریعت پایمال میشه، در نظر گرفته نمیشه. شما که توبه کشیدین ان شاء الله پیش خداوند کریم اجر و پاداش داره، به می کارتان ادامه بدین و در کدام جایی که دعوت مشروع میباشه، کدام مشکلات شرعی نباشه، برین اشتراک بکنین. و در قسمت خب با مزات حالا گفتن من تنها در خانه میمانم، از این بابا دلهرگی دارم. ببینید گفتیم که اگر کدام دعوت و چایی که در هتل میباشه یا چی که مسائل احکام شریعت در نظر گرفته میشه، نظام مختلط نمیباشه، مسئله حجاب در نظر، موسیقی نمیباشه، برین به حساب. اما در هتلایی که باز اونجا فسق و فساد فحشا میباشه و هر مسلمان چی مرد باشه چی زن باشه او اجابتش باز ضرور نیست که اجابت بکنه، دمین نرفتن تان خیر. سلامت استاد گرامی، در هتل‌های فعلی در حد اکثرش که ما رفتیم تمام مثال یک موسیقی است که هم در سالن مردانه می باشه و بعدش در بخش خانما قدر یعنی هنرمندان به اصطلاح روزشان نیست و تنها آمدن گارسونا یک امر حتمی گفته میشه در هتل ها. یعنی در این قسمت اگر یک خانم اجابش منظم باشد، سر و منظم باشه، یک موسیقی اون طرف نواخته میشه، باز این صورت چگونه؟ ببینین جناب سیرس، مسئله اجابت و دعوت حق یک مسلمان است، خود دعوت مشروع باشه، ما پابند احکام شریعت باشم، حتی مو خدمه رستوران تام نامحرم است. اون نامحرم است. دید بازدید به حساب از نظر شریعت. تشکر. بخش سوال جزو خب برمیگردم با بخش دومشان، یک تماس گرفته و بعد با شما. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله. بله بله. وصل جان این داخل استودیو را صدا بتی بر ما. این صدا جای خاطر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما خواهر. من یک سوال داشته باردیشم. بفرمایید بفرمایید. الو شوهر ما چند سال شد که امرو یک دختر اعتبار داره. وصل جان امین داخل استودیو رو لطفا صدا صحبت میکنم. خب این صدا را بخش صدا را هم ازشان خواهش میکنم که یک فیدر منظم بانن و دوستا شما صدای رادیو و تلویزیون را خاموش کنین. بله میشنم. مشنیم بفرمایید. مشنیم بفرمایید. آنو مالنی که من سوال داشتم.
واسه جان این تماس قطع کن لطفا، همین تماس قطع کن، همکاری بخش صدا داخل استودیو یک صدا بتین تا بالا میشه و بر ما هم مزاحمت میکنه و تماس هم شنیده نمیشه بر حال. خب استاد در قسمت سوال خواهر، خب نماز فکرش به هر طرف میره. ببین انسان مکلف است وقتی که نماز میخوانه پیش از نماز وضوء درست به طریق مسونه بگیرن، در ابتدای وضوء بسم الله و سورتای دعاهای مسونه که ذکر است اونها را میخوانن و در نماز هم که شروع میکنن اعوذ بالله بسم الله اونها را بخوانن، در جریان نماز هر کدام وسوسه و چیزا برش پیدا میشه هیچ اشکال شرعی نداره، متوجه نماز خود باشه و یک وسیله که خشوع و خضوع را زیاد میکنند، ما شما باید ترجمه نماز خود یاد داشته باشیم. وقتی که سوره فاتحه را میخوانیم متوجه باشین تدبر و تفکر که ما چی میگنم. یک عامل ازی است که ما شما را از وسوسه و گپای خیالات که دور میسازه این نمیست که ترجمه را یاد داشته باشیم. باز ما چی میخوانم با کی ملاقات، نماز خواندن در حقیقت مناجات دیالوگ با پروردگار است. و دیگر اگر وسوسه زیاد می باشه قابل تشویش نیست، شیطان دوز از دوز جایی میره که اونجا پیسه باشه، بنابراین شیطان جایی میره که اونجا ایمان و تقوا باشه. اموس اعوذ بالله بسم الله گفتیم نمازتان می خوانیم با توجه و توجهتان با نماز خواندن باشه، دیگر در نمازتان کدام اشکال پیدا نمیشه ان شاء الله خدا قبول میکنه. صلوات باشین. تماس میگیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید خواهر. تشکر زنده باشین. سلام به شما. من سوال داشتم، سوال می بود که برادر من سوال من این سوال چه خصومت را کنم، یک سال شده مرسی کردیم و حال خبر شدیم که شوهر سنت من شده، این برای این گناه نداره من خودم. سلامت خواهر، بفرمایین استاد ختنه شده. ببین ختنه کردن سنت است، باید شوند و فواید صحی داره، هیچ اشکال شریع اصلا اصول شریعتی است که در روزی که عقیقه یک طفل میشه و در روز هفتمش باید سرش تراشیده شوه، ذبح برشان شوه و همچنان نام نیک. در صورتی که اول خواهی یک سوال راجع بشه به پدر و مادر، وقتی که در دارالاسلام باشن پدرها مکلف هستن، امروز بحث دوم هم حقوق طفل است از دیدگاه شریعت، به وقتی که تولد میشن در روز هفتم عقیقه صورت بگیرن، ختنه شوند، نام نیک و مخاطر باز خود دیگه فواید صحی داره. خیلی امراض از خیلی امراض جلوگیری میکنن و حالا اگر نشدن آرام تبابت خوب پیشرفت کنند. سلامت باشین. خب بیننده و شنونده اسلام اقرام بگونه زنده از تلویزیون خورشید هستید و همچنان رادیو خورشید تماس بگیریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیک السلام رحمت الله، بفرما. بله آواز داریم، بفرما برادر جان. اسمت الله هستم از ولایت کابل. ما در خدمت هستیم اسمت الله عزیز، بفرمایید. از مولوی صاحب همین پرسان همه که من خیر و خیرات مردم میتد نگه پودری سو ایچ چیز تو همه دی خیرات سرازین همه شایی حقیقت هست یا غلط هست؟ تشکر، سلامت باشی اسمت الله عزیز. آیت قرآن کریم است و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بیدیکم الى التهلکه. انفاق در راه خدا یک اصل شرعی از دین اسلام، دین تعاون و همدردی و همکاری است. اما انفاق و صدقات در شریعت از خود مصارف مستحقین دارند که قرآن کریم میگه که انما صدقات للفقراء والمساكين. به شخصی که فقیر و مسکین باشه، باز علما فقهای کرام میگن او شخصی فقیر و مسکینی که اهل صالح باشه، نمازخوان باشه، دیندار باشه، نسبت به یک فقیر متکبر بی نماز بهتر است به اون نمازخوان بده. بله. اما فقیری که دیندار است اگر که از او کمک بکنین غیر مستقیم، ببینین و تعاونوا علی البر و التقوی، و سبب از این میشه که نماز میخوانه دینداری یا سر اطفال خود مصرف میشه به شما کمک میرسه. اما اگر در صورتی که یک شخص مریض باشه معلول و معیوب، با اونها هم کمک کنین. کسایی که معتاد می باشه ببینین اگر توان کارمندی را داره، کار کردن داره، اونا را به قول معروف و سخن نیکو توصیه بکنین. قول معروف خیر من صدقت یتبع و هذا، ولیکن رد و بد نگوین، توصیه بکنین که کار بکنین، کار جوهر است، کار عبادت است، از این که سوال میکنین کار کردن بهتر. سلامت باشین، تشکر. بله بفرمایید. بله بله سلام علیک. علیک السلام و رحمت الله، بفرما. زنده و سلامت باشیم. افتیم یک اسم از یک دخترک توالش دارم افتیم خمسا، گفتن کسی بانه
مبدوم از معنا شاید معلوم چی گفتین؟ دختر سوالر نامش چی گفتین؟ به نام خمسا. خمتا؟ خمسا، خمسا، خب خمسا، خمس خب پنج که میگنی خمسا عربی اون معنا ساخته شد. کوشش کنین که اولاد یک حق است بالای پدر و مادری است که نام نیک و نام نیک هم کوشش کنین که به نام بیبی اسلام صحابیات خانمای ازواج مطهرات پیامبر اسلام باشه بهتر است و هر نامی که نام معنا و مفهوم نیک داشته باشه باید باید و خمسا به حساب چیز معنای بد نیست معنای بد نیست هم معنای خوب هم نیست خوب تر کنم یک نام فاطمه زهرا حسنا عایشه کریمه عایشه این از این نام هایی که از بیبیا باشه اگر بخواید کلام نواری کنید اما یک نواری خوب باشه دیگه این رقمش از نظر من خب معلوم است مثل که پنج نام شبانین تماس بگیریم بله فرمایید بله مشنایم بفرمایید مولوی صاحب مشنایم بفرمایید مولای صدم یکان تا میگه که دست پیر نگیری گناه دارم این زمین باره پیرا خب به زمین باره پیرا میخواستم یه سوال کنم مفتی صد تشکر بشنو جوابت سلامت باشی انشالله یک روز برنامه میگیریم در رابطه با حقیقت شریع تصوف تزکیه در قرآن و سنت حال مختصر در گذشته داشتیم بله ببینید از نقطه نظر شریعت تصوف عرفان و تزکیه اصل شریع داره بله. که در قرآن لفظ و یزکیهم در قرآن آمده یکی از اهداف بعثت پیغمبر در اصطلاح حدیث به نام احسان یاد میشه مل احسان ان تعبد الله کانک ترا بنان تصوف، تزکیه، عرفان، تربیتی اصل شرعی داره به شرطی که مطابق قرآن و سنت باشه همه ما مکلف هستیم که قرآن و سنت رو بخونیم به او عمل بکنیم اگر خودت عالم دین نیستی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از علمای دین پرسان کنین اما تصوف دیسیپلین گرفتنی به حساب فرض عین واجب و سنت نیست کسایی که عوام بس از شریعت آگاهی ندارن اگر از علمای دین خود تقلید میکنن در احکام شریعت این بخبرشان خوب است خودتان که احکام دین نیفهمین اما که دیسیپلین پیری و مریدی فرض و واجب نیست به خاطر وقایه که شما خودتان شریعت نمیفهمین به شرط که مو پیر طریقتتان عالم به قرآن و سنت باشه مرتکب فجایع نشه مرتکب فحشا و منکر نشه که نام دین بد نکنه دکتر دین باشه که مریضه خود صحیح تداوی بکنه کمال در غیر از او که خودش خلاف شریعت نه فرایض دین ادا میکنه نه واجبات نه مستحبات بلکه مرتکب حرام چیزای مکروه حرام میشه باز از او که بهتر است که با قرآن و سنت عمل بکنین بس خلاص کافی سلامت تماس میگیریم بله بفرمایید هستین محترم بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله فرصت زیاد منتظر ماندی ما گفتیم خیر رفتی بفرمایید زنده باشید عبدالله من گرفار اتفاول هستید وجود شما با سلامت بفرمایید نه کلمه یا با الله استعمال میکن یا الله خب اگر با محمد علیه السلام استعمال کنیم که تو گناه داره یا چطور هست تشکر سلامت باشید برادر گرامی اصل شریع از لحاظ عقیده ای است که مدد خواستن، کمک خواستن تنها از خدا بخواین. در نماز میخوانین در یک شبانه روز 32 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی که با خدایتان تعهد میکنین با متعهد پا بر جا باشین وفا بکنین. یا الله گفتن خیلی چشکال شریع نه بلکه عبادت است. و اید استعنت فاستعین بالله و اید استعنت فاسأل الله حدیث شریف که از عبدالله بن عباس روایت است که پیغمبر هدایت کرده با اونا. اما در یا محمد گفتن اگر یا رسول الله میگه مثلا حجاج که در وقتی بیت الله شریف میرن در مسجد نبوی به پیغمبر اسلام یک ادای احترام میکنن یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله نفس ندا باشه به خاطر یک احترام دعا باشه هیچ مشکل نداره اما اگر بنیتی که فعلا اینجا یا محمد یا مدد بگویم یا علی مدد بگویم ولو که پیغمبر باشه بازی الفاظ شرکی است باید اجتناب بکنه سلام. اما نفس ندا به خاطر محبت و تعظیم مثلا در تحیات میخوانیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله هیچ اشکال شری اشکال شری سلامت باشین وصل جان چند دقیقه تماس نهی که چند سال مطرح کنیم باز اگر فرصت بود تماس میگیریم استاد وقتی که نکاح میشه ایجاب قبول صورت میگیره همین ایجاب قبول که در نکاح صورت میگیره با ایجاب قبول در شیرینی خوری
معذرت. و باوی ایجاب قبولی که در اصل عروسی و در عقد نکاح صورت میگیره چه تفاوت داره و اساساً امی خود ایجاب قبول کدامش مهم هست؟ در شیرینی خوری باید چه یا در عروسی سال یکی از خواهرها؟ از نقطه نظر شریعت ببینین مسئله نکاح از خود ارکان داره، ایجاب قبول از خود شرایط صحت، انعقاد، لزوم، نفاذ داره، بحث جداگانه است. ولیکن علما میگن می عرف ما که در نیم نکاح در کابل یه عرف خوب نیست. نیم نکاح صورت نیست. وقتی که ایجاب قبول شد عقیده اقرار بود، شهادت بود و پورا نکاح. همون نکاح است. باز مرش تعیین میکنن استاد. ببینید جناب سرسب، اول به حساب در قانون مدنی گفتن که دوره نامزدی یک دوره آزمایشی است، باید نکاح صورت نگیره، ایجاب قبول صورت نگیره، از خاطری که آثار حقوقی فقهی داره. یکی وعده نکاح، یکی ایجاب قبول است. وعده کنه یک لفظ گویا میگن که امید است که داینده دو پسر و دختر با هم عروسی بکنن، پدرش یک وعده میکنن، اما ایجاب قبول نمیکنن. در اون صورت اگر فسخ صورت میگیره هیچ آثار فقهی و حقوقی نداره، بچه تواندار نمیشه که مسئله مهرشه یا طلاق بده. اما در صورتی که ایجاب قبول کرد، باز بدون فسخ صورت نمیگیره تا وقتی که امو ناکه او را طلاق نده، باز مهر هم سرش داخل سرش لازم میشه. و ایجاب قبولی که در شیرین خوری خوانده میشه، گفت عقد منعقد میشه و در وقتی که عروسی است، اما عین هیچ تفاوت نداره، هیچ در دوم ضرورت هم نیست. ولیکن بهتری است که دوره نامزادی وقتی که اگر میخواین عروسی را زودتر بکنن، هیچ ایجاب قبول نکنن، اما یک بار بکنن. اینا استاد چند گپ هست که پیدا میشه، که مثلا دختر و پسر یک نامزد شدن، امکانان دید و بازدید و حتی خلوت این دو یعنی متصور هست، یک مورد. و در کنارش در افغانستان کمتر تو میشه که شیرینی بتن مثلا دختر به نام پسریش ها باز تفریق صورت جناب سرسه، باز اینجا مشکلات هم بالای بچه زیاد میه. وقتی که جواب قبول کردن دیگه او تا باز دیگه فسخ کردن نمیتونه، اگه جار جنجال خشونت های فامیلی صورت گرفت تا که بچه طلاق نده و مهر سلام لازم میشه، نصف مهر قبل دخول. اگر ایجاب قبول نکنن، باز به فایده هر دو طرف است. یک دوره آزمایشی است، انسان شناختن کار مشکل است. اگر کدام مشکل بین طرفین پیدا شد، میتونن که فسخ بکنن. در صورتی که اگر ایجاب قبول کرده باشد، باز فسخ نمیشه، ضرورت به طلاق. وجود شما بسلامت. بعضی از ملا امامان مساجد هست که از وسایل شخصی مسجد استفاده میکنن. سوالی است که به ما رسیده، علمای کرام باید الگو و نمونه باشه برای مقتدیای خود. ببینید مسئله مال خود و مال بیت مال و مسجد را باید تفکیک بکنن. مصارف مساجد باید که وقتی که بر مسجد است، از تقوایی است که باید از او خودداری شه. حتی با برق مسجد موبایل شخصی خود کس چارچ نکنه، و اگر چارچ میگه با کتاب مسائل تکنولوژی ملمشته کرده، باز یک چیز مقدار پولم در صندوق خیره مسجد بانن. اینال امام خوب پیش امام است، باید الگو و نمونه تقوا باشه، خودش درس بده به دیگرها بیست و در مسائل حلال و حرام، جایز و ناجایز، بنان از مصارف برق مسجد حتی میتر گروپ های بی جای مصرف نکنن، در وقت ضرورت باشن کنن پکره بیست. وجود شما با سلامت، تشکر. خواهری فکر میکنم خواهر بود پرسیدن که در قرآن کریم بیشتر از خشونت علیه کفار صحبت شده، حتی گفتن در سوره مؤمنون مسلمان ها را امر میکنه کفار را بکشه و خانمهایشان را بگیرین و بدون عقد نکاح میتونین با اینا رابطه جنسی داشته باشین. خواهر عزیز ببینین، یگان فرمان های جنگی میباشه، حالت اضطراری میباشه، بعد هر جنگی یک متعادل است. حالت اضطراری میباشه که هر کس که هر کافر را که دید باید قتل بکنند، اما بعدا که صلح همیشه مصالحه همیشه باز روابط داشتن باشند. اصول جهاد اسلامی پیغمبر اسلام بی بودن که کافر و مریض از کافر حق کشتن اول نداره، او مریض از باید تداویش اول دعوت برش، دعوت لا اله الا الله را قبول کرد، مسئولیت شرعی پیدا میکنه، نفس و آبرو و عزت همه. اگر دعوت لا اله الا الله را قبول نکرد، باز مسئله جزیه است، باز مسئله قتل است. وجود شما مسئله تشکر. وقفه و پس از وقفه نشر اذان زار با افق شهر کابل و باز هم در خدمت. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام آقلانده بگونی زنده مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. دومین برنامه که نیاز هست کمی توضیح داده شود، برنامه رقابتی حج. همکارا نشر کنند ایران راجستریشن برنامه حج و بعدش انشاءالله اندک معلومات در مورد.
دوستان ارجمند، اگر می خواهید به زیارت حج بیت الله شریف مشرف شوید و سنتان بین 15 تا 30 سال باشد، پس در هفتمین دور مسابقه برنامه حج اشتراک نمایید. نخستین آزمون پنجشنبه 5 ثور سال روان ساعت 9 صبح گرفته می شود. به منظور آمادگی بخش های روزه، زکات و حج را از کتاب شرح قدوری با ترجمه فارسی مطالعه نمایید. برای دریافت معلومات بیشتر به صفحه فیسبوک اسلام و قرآن سر بزنید و یا به شماره 0782-22-47-10 در واتساپ تماس بگیرید. دوست عزیز، خواهر و برادری که بین 15 تا 30 سال باشه میتونن در این برنامه شرکت کنن. ثبت نام در روز امتحان هست، یعنی ثبت نام قبلی ما نداریم، فقط اون کتابی که شرح قدری که سالهای گذشته از استفاده میکردیم، در 6 سال گذشته تقریبا شرح قدری را در بازار هست، از دکانها بخرین. حدودا 120 تا 150 افغانی هست. از این سه بخش، بخش روزه، زکات، حج و مطالعه کنین. در امروز روزه که در اعلان شنیدین، 500 روز پنجشنبه ساعت 9 بجه بادرس ما تشریف بیارین. امروز ثبت نام هست و بعضی از دوستا میپرسن که در ثبت نام یا در جیان برنامه پول میگیرین؟ نه خیر، ما هیچ گونه پول یا نه به نام ثبت نام و نه به نام اشتراک کننده خود میگیریم، یعنی پول گرفته نمیشه در کل. و امتیاز این برنامه حج، 3 نفر برنده را به حج عمره انشاءالله شبکه جهانی را تلویزیون خورشید روان میکنه، اشتراک باز هست، شما میتونین در این برنامه شرکت کنین. یعنی یک نکته را میخوایم وضاحت بتم که دوستایی که حتی در مؤسسه پانزده شرعیات نیست هم میتونید در این برنامه شرکت کنند، چون کتاب مشخص هست و بخشای کتاب هم مشخص شده. از این 3 بخش مطالعه کنین، میتونین تا یک ماه یک فرصت هست آماده شوین و بیاین در این برنامه. موضوع این مقطع ما حقوق طفل از دیدگاه اسلام هست. شب در صفحه فیسبوک اسلام و قرآن نوشتم آیاتی که انتخاب شده. آیات چند باشه جناب استاد؟ با معذرت، سوره بلد هست. بله، سوره بلد. بعد جناب استاد آیات مبارکه تلاوت کرده، بعدش میپردازیم به طرح سوالات. تمنای همراهی تان تا پایان برنامه دارم. بفرمایید استاد گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. بسیار تشکر، سلامت. بینین دعوش نمیده ای اسلام اقلان بگونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. حقوق طفل از دیدگاه اسلام موضوع این مقطع ما هست. ترجمه و تفسیر آیات مبارک جام صادف. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بلد که سوره مکی است تلاوت شد. خداوند کریم در رابطه به حقوق طفل، حقوق پدر اشارات داره. همچنان باز اصلاح بلد، اصلاح شهر، مسائل شهروالی را در این سوره به حساب ذکر کردن که اگر ما یک شهر آباد داشته باشیم کدام نکات در نظر بگیریم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، قسم به این شهر و به تو بندش نخواهد ماند در این شهر. قسم به شهر مکه، به معظمت و شانش، و در این شهر مکه جن حرام است. اما در وقتی که اگر ضرورت بود باز فرمان خدا لازم میشه، نازل میشه، به تو اجازه موقتی که در فتح مکه بله بندش نخواهد من. و والد و ما ولد، و قسم به پدر و به فرزندان، به آدم علیه السلام و به تمام بنی نوع آدم، یا به هر پدر و هر کودک. مقام کودک خداوند کریم به چی چیز قسم میخوره که بسیار با عظمت و شان داشته باشد.
بنان جایگاه پدر، جایگاه کودک کاینده سازان یک کشور می باشه خیلی مهم است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقینا ما انسان را آفریدیم در مشقت های بزرگ. از اون وقتی که جنین در بطن مادر می باشه محبوس می باشه، در وقت ولادت چی تکلیفه، در وقت شیردهی به حساب دو سال شیر می نوشه، بعد از او در وقت کودکی، در وقت جوانی، پیری، بالاخره مرگ، در قبر، میدان حشر تا که به بهشت بره. زحمات. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا انسان کافر میپندارد که کسی بر او قادر نمیشه؟ وقتی که انسان مراحل خلقت خدا ببینن، باید تابع امر خدا باشه. تابع امر خدا باشه، عاجز باشه، به تقدیرات الهی تسلیم باشه. اما بعضی انسانهای کافر به این عقیده هستند که کسی قدرت نیست که سر ما به حساب قدرتش حکم فرما باشه. یحقول و اهلکت مال لبدا. میگوین بعض کفار که من خرج کردم مال بسیار. مال را خرج میکنن به ضد اسلام، به ضد مسلمان ها، به ضد پیغمبر صحابه کرام علیه اسلام و امت اسلامی توطیه های عجیب و غریب دارن. ایحسب ان لم یره احد. آیا میپندارن امی انسان کافر که نمیبیند او را هیچ کس؟ پس خدا میبینه هر عملی که شما میکنین، خداوند کریم مطابق هم اعمال بدتان مجازات داده میشه. بنان در راه نیک برین. علم نجعل له عینین. آیا خدا شما را نداده دو چشم؟ چشم زیبای نعمت شکرانگیش ادا بکنین که حقایق ببینین، درک بکنین، تسلیم به اسلام شین. و لسانا و شفتین. چیک نعمت دیگر زبان داده، مسئله نطق و بیان یام یک نعمت بزرگ است. و شفتین دو لب. ببینین چیک وجود پاک سالم و شما دادن که دو چشم و زبان و دیگه اندام هاست، از او استفاده خوب بکنین، شکرانگی خدا را بکشین، ایمان بیارین. و هدیناه النجدین. و ما همچنان نشان دادیم به او دو گردنه، دو راهی را، راه خیر و راه شر، مکتب اسلام و مکتب کفر. فلقت حمل عقبه. پس چرا نرفت به او گدار؟ با مو راه خیر، راه میانه که انسان راه سبب فلاح نجاتش است. و ما ادراک مل عقبه. و چون تو چی میدانی که چیست آن گردنه یا عقبه؟ عقبه در لغت عربی هم سنگ بزرگ کوره، یا در بین دو کوه دو راه. امید راهی که توسط اعمال صالحه که بعدا ذکر میشه، توسط از نمی اعمال صالحه ما میتونیم خود نجات بدیم از دوزخ، داخل بهشت شیم. اما عقبه چی است؟ فک و رقبت. آزاد کردن گردن است. غلام برده ها را آزاد بکنیم که یک زندگی آزاد داشته باشه. او اطعام فی یوم ذی مسغبه. در شهرتان طعام دادن در روز گرسنگی، دست فقرا و یتیم و مسکین بگیرین. یتیم ذا مقربه، خصوصا او یتیمایی که خویشاوندتان باشه و مسکینی که خاک آلود باشه، یک دیگه مثل مسکینایی که در جامعه و شهرتان باشه. باز همتان در شهر که زندگی میکنین، به خاطر اصلاح بلد ضرور است که این اعمال صالح را، اگر شاروال باشه، امیر باشه، رعیتش زیر داشته باشیم که شهر به امن داشته باشیم. ثم کان من الذین آمنوا. پس باشد از ایمانداران، کسایی که در شهر زندگی میکنن، ایمان به خدا داشته باشه، از خدا بترسن، کامرای مخفی خدا بترسن. اما کارهایی که خلاف شریعت باشه، به خاطر نابودی شهر باشه، شهر نابود میسازن و از او اجتناب بکنن. یک، ایمان شرط است. و تواصوا بالصبر. و توصیه کنن با یک دیگر را به تحمل، مسئولیت پذیری، همدیگر پذیری، عفو گذشت، حقوق و وجایب خود بدانیم نسبت به خود، به خدای خود، به پیغمبر و هم نو و شهروند خود. و تواصوا بالمرحمه. و یک دیگر را به ترحم و مرحمت و عفو گذشت چی بکنین؟ وصیت بکنین. اولئک اصحاب المیمنه. کسایی که می سه صفت داشته باشه، ایمان به خدا و به صبر و شکیبایی یک دیگر توصیه میکنن، به مرحمت و عفو گذشت، اینا خوش قسمت هستن، اصحاب میمنه یا اصحاب بهشت هستن. و الذین کفروا. و کسانی که منکر شدن از آیات ما، از دلایل قدرت خدا، از احکام شریعت، هم اصحاب المشأمه، ایشانن بد چانس، یعنی کافر. علیهم نار و مؤصده. آنها در آتش بند کرده میشوند، یعنی در روز آخرت اونها همی کفرشان سبب از این میشه، سبب دخول جهنم. وجودتان بسلامت. تشکر. ادامه برنامه ما پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام و قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. جناب استاد، تعریف طفل از دیدگاه اسلام و قوانین وضعی کشور چی است؟ جناب استاد، ببینید، در رابطه با طفل علما، فقها
یک نظر دارن و در قوانین نافذی کشور دیگه تعریف شدن. طفل از دیدگاه فقها همو شخصی است که اهلیتش کامل نباشه و مسئولیت های حقوقی به او متوجه نشه. تا وقتی که مسئولیت همو اهلیتش و مسئولیت حقوقیش تکمیل نشده باشه، در سن صغارت باشه و فقها میگن که سن بلوغ هم فقها که فتوا دادن 15 سال، ولیکن محققین و علما میگن هر کسی که از 15 سال بیشتر باشه علائم بلوغ در وجودش دیده نشه، مثلا در پسر احتلام و در دختر عادت ماهوار نده، او طفل است. اما در صورتی که عادت ماهوار دختر میبینن پسر علائم احتلام صورت میگیره، او بالغ است. سن بلوغ اکثر قول مشهوری است که 15 ساله که مسائل شریر مثلا فرضیت نماز، روزه، زکات، حج متوجهش میشه. اما در قوانین وضعی کشور طفل شخص، هر شخصی، هر طفلی که به حساب از 18 سال بیشتر باشه، یعنی 18 سال تکمیل نکرده باشه، این ما طفل میگیم در قانون کار، قانون جزا، قانون انتخابات. باز فقها باز طفل به 3 گونه تعریف کردن، تقسیم بندی کردن، از تولد تا 7 سالگیره قبل از یک دوریش است. باز از قبل از ولادت وقت جنین می باشد تا ولادت یک بخش است در وقت جنین، و دوم از ولادت تا 7 سالگی را طفل غیر ممیز، باز از 7 تا 13 را طفل ممیز، باز دوره مراهقت می، باز دوره بلوغ. اما در قوانین وضعی پیش از 18 ساله را حوالاو که بالغ هم شده باشد از نقطه نظر شرعی، اونا حیثیت طفل داره، اما احکام شرعی مکلفت های قوانین وضعی برشان متوجه نهی باشه. اما در بعضی حالت ها در مسائل جزایی باز ما قانون رسیدگی به تخلفات اطفال داریم. اطفالی که بین سن 12 تا 15 بعضی جرایم از پیششان صورت میگیره، بازو احکام خاص داره مطابق از قانون که امرایشان برخورد. سلامت، حق یک شریعت برای یک طفل میده چی است؟ از نقطه نظر شریعت در حقوق شرعی طفل فقها میگن، خیلی در کتاب های را علما نمشته کردن، ولیکن مختصرا حقوق شرعی یک طفل وقتی که تولد میشه اول مژده دادن و مو نوزاد، یعنی خودش با خوش آمدید، فلا تدخل الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیا. پدر و مادر با مو طفل نوزاد وقتی که ولادت به دنیا میان یک اهلا و سهلا خوش آمدید گفتن به حساب خیلی اثر. یک در افغانستان با مزرعت اگر بچه باشه پسر باشه خو میگن، خب بعضی فامیلا باز اگر دختر باشه در اینجا رو جنجال جور میکنن. مسئله عقیقه کردن روز هفتم یک گوسفند یا دو گوسفند از طرف پسر و یک گوسفند از طرف دختر ذبح بکنن، ختنه بکنن، نام نیک ببانن، این دیگه حقش. تحنیک کردن یک چیز خرما را جویدن، بازور لعاب شده کام طفل مکی مالیدن به خاطر اینکه معادلات دهنش و فعالیت شروع بکنن. اینه در چه وقت جرام ساد؟ در وقتی که نو تولد میشن به حساب یک مستحب است که به خاطر هم آماده مکیدن شیر مادر شد به حساب استاد. دیگه مسئله نفقش، پرورشش، حق حفاظتش، حق رضاعت، 2 سال شیر پاک مادر بخوره، حق تربیت و تربیت اسلامیش که بازو به اشکال مختلف داره، حق تداوی، حق ترحم و شفقت که در آغوش پدر و مادر باشه، حق صحتش، بهترین حقش و چیزی که بسیار مهم است مسئله تعلیم و تربیت با کیفیت اسلامی. در تربیت ایمانیش مسئله عقیده و ایمانه و آمنت بالله را تمام مسائل ضرور برش یاد بدین. تربیت جسمیش، مسائل صحیحش، تربیت روانی و عقلی و همچنان تربیت فکریش که اونا با یک فکر و اندیشه کلان شه، خدا بشناسه، خودشناسی، خدا شناسی، طبیعت شناسی و مسئولیت های دینی و شرعی خدا بفهمه، هدف خلقت خدا بفهمه، ماموریت شرعی خدا بفهمه و همچنان شناخت حرام و حلال درسایی که ضرور است، شناخت محارم و غیر محارم، دخترها، مسئله حجاب، اینی چیزای ضرور است که پدر و مادر در حق اطفال خود مسئولیت دارند. و این وقت میشه که پدر و مادر بهترین مدرسه برای یک طفل نظام خانواده است. بعد از خانواده مسجد، مکتب، مدرسه، دانشگاه اونها رو روان بکنن تا که در نتیجه تعلیم و تربیت درست اونها تغییرات مثبت در سلوک و رفتار شد. سلامت باشین. اما این زمان امکان پذیر هست که پدر و مادر یا والدین خودشان با صفاتی که شما گفتین یعنی متصف باشه و این صفات داشته باشه، در صورتی که خود پدر و مادر بی‌بندوبار باشه، حرام بخوره و
حرام و حلال ندانه و از آنچه که شما گفتین از مسائل حجاب و از که یاد کردین برخوردار نباشه از استفاده بازی، چطور میتونه یک طفل سالم تربیت کنه؟ بله ببینیم جناب سیره سوی، اصل شریز دار الاسلام دار العلم از بخبری از قوانین و بیسوادی عذر شمردن نمیشه، باید یاد بگیر. دین اسلام دین علم و معرفت است، اما ضروریات دین پدر و مادر باید خودش بدانه و از ضروریات دین حلال و حرام، جایز و ناجایز، محرم و نامحرم و مسائل ضروری به طفل خود، چی با کودک پسر باشه یا دختر باشه، باید بیاموزن. خودشان یاد نداره، حداقل همه قدر توانمندی را خود دارن که اطفال خود به مکتب و مدرسه روان کنن. خصوصا فعلا سال تعلیمی است، همتان باید تعلیم حق مدنی حق شرعی هر طفل است. سلامت باشین. چند مورد جناب استاد دیده میشه در کشور ما، مخصوصا در می پایتخت در شهر کابل، که هستن والدین کوچکترین توجهی به تعلیم و تربیه اطفال ندارن. در یک مکتب دولتی شامل میکنن، شاید سری نزنن، شاید از قرطاسیش خبر نگیره که امی پسر قلم کار داره، کاغذ کار داره، کتابچه کار داره، یا در مکتبش یک بار نمیره که او تشویق شوه. و یا هستن والدینی که به خاطر نداشتن اقتصاد سالم و کافی و درست اونا را شامل کار میکنه اطفال خدا. ببین جناب سیره صاحب، حوالا می طفلم حیثت یک نهال مسمر است، یک درخت مسمره که باغبان میشانند چقدر نکات در نظر میگیرند. در وقت غرس کردن از او که زمین خوب و حساب هموار میکنه، حفر میکنن، درخت میشانند، آبیاری میکنن، شاخهایش قطع میکنن، شاخهای اضافیش با او در پرورشش چقدر کوشش میکنن. و وقتی که او صاحب میوه شد، خودش و دیگر از استفاده میکنن. پدران باید فکر کنن که می اطفالشان حیثت نهال های مسمر است. اگر در تعلیم و تربیهشان که یک عبادت است توجه خاص بکنن و این وظیفه دینی و شرعیشان است پیش خدا و رسول، ای را احساس مسئولیت بکنن، نظارت داشته باشن. ای اطفال امروزی آینده سازان کشور است، باید توجه خاص، غیر از اینکه دولت مسئولیت دارن که در قانون اساسی ماده 43 هم گفته که درس رایگان باشد تا دوره لسانس. اما وظیفه والدین هم است که والدین ای مسئولیت شرعی دینی خدا میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خود و اهل عیالت از آتش دوزخ نجات بده. از آتش دوزخ وقت نجات میشه توسط ایمان و اعمال صالحه، توسط کسب علوم شرعی و علوم ساینسی که خدا بشناسه، خدای خدا بشناسه، حقوق خود و دیگرها را بشناسه، حق والدین را بشناسه، حق یک همشهری خود بفهمه، حقوق همسایه را بفهمه. بنان والدین مکلف است، حتی هر پول مصرفی را که در تعلیم و تربیت اطفال خود میکنن عبادت، اما اگر نکردن در حقیقت قاتل اطفال خود است. چرا؟ در قرآن کریم میگن که ولا تقتلوا اولادهم خشیت املاق. خدا در زمان گذشته دخترای خود زنده به گور میکردن زمان جاهلیت، اطفال به نام بت ها ذبح میکردن. علمای معاصر در تفسیر از این آیات میفرماین اگر یک پدری که در قرن 21 طفل خود با مکتب روان نکنه، با مدرسه روان نکنه، با مسجد روان نکنه، در حقیقت او ظالم، قاتل، بی سواد، جاهل به جامعه تقدیم شه، حیثیت یک درخت غیر مسمر و خاردار است. در حقیقت قاتل از مو پسر است بدون شک. بنان قتل معنوی است. بنان کوشش کنن پدر اگر میخواین که آینده خودشان، آینده کشور، فامیل خوبتر شد، در تعلیم و تربیهشان نظام و وقت باز مسئولیت دارن که مو تعلیم و تربیه با کیفیت شرایط مساعد بساز، از خاطر که تغییر یک جامعه با تغییر افراد وابسته است. ما همین از بام از جناب استاد چند میلیون کودکی داریم که مکتب به دور ماندن. این مسئولیت دولت هم دیگه بزرگ است. خدا به طفل قسم میخوره. بله. غیر از نام خدا قسم خوردن ناجایز است، ولیکن خدا به چیزی که بسیار حکمت در چی است که خداوند به طفل قسم به خاطر مو مقام و کودکیش، شان و عظمتش. از خاطر ببینید یک طفل پیش خدا خیلی با ارزش است. ای اشاره است که با مو حقوق و مسئولیتایتان که در قبال اطفال دارین متوجه باشید. سلامت. بعضی از پدرها مخصوصا جناب استاد این صفت بعد با تاسف که حد اکثر پدرها داره، یعنی در کل نه حد اکثرش، بسیار خشن هستن در قسمت اولاد، تند هستن و لتکوب میکنن و اما تو یک خواهش دارن زمانی که میگم داخل خانه شدم دیگه به اصطلاح صدایی نباشه. ببینید از نقطه نظر شرعی و از نقطه نظر اصول تعلیم تربیه اسلامی، دانشمندا و متخصصین تعلیم تربیه و پیغمبر نازنین اسلام در حدیث گفتن لینو لمن تعلمون و لمن تتعلمون منه، بین معلم شاگرد، بین پدر و اطفال یک فضای صمیمیت، نرم، ترحم، شفقت، احترام متقابل،
خشونت رای حل نیست و پدرایی را باید وظیفه خود بدانند. مسئولیت پدری جنت رفتن کار آسان نیست. تو در قبال خود، در قبال خانواده که اساس یک جامعه را تشکیل میده، در قبال پسرت، دخترت، همسرت مسئولیت شرعی دینی داری. ای که میگم حق پدر بعد از خدا و پیغمبر حق پدر است و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. ای پدر عزیز، در پاله ازی که تو حق داری، مسئولیت دینی و شرعی در قبال اطفالت داری. دختر و پسرت خدا را میشناسه، حلال و حرام را میشناسه، نماز و فرایضش را میفهمه. ای خو مسئولیت دینی تن است. اگر خودت نمیدانی، حتی همه که شرایط مسائل بساز، با مدرسه و مسجد و مکتب و دانشگاه روان کن. وقتی که اونها خودشون خدای خدا حتی حق تو را فهمید والدین بیسن. در کشور ما دوبیگی وجود داره. حد اکثر نمیگذاره دختر خانم بره به مکتب و او را مرجع فساد میدارن و بعدش که مکتب خلاص شد رفتن به تحصیلات عالی را یک ننگ بزرگ میدانن و کمتر یعنی دختر خانم ها را میگذارن به فراگیری علوم. بهترین توفه ایره که پدر و مادر به یک طفل میده پیغمبر نازنین اسلام میگه او تعلیم و تربیه درست و ادب و اخلاق است. دخترام انسان هستن، اونا هم به علم ضرورت دارن. از پسرها کدن دخترها مهمتر است، از خاطر که اساس یک خانواده رو اونا تشکیل میدن. بنابراین پدرها باید در این فرق نگذارن و شرایط تعلیم برشان مساعد بسازن، محیط آموزشی خوبه که مکتب خوب باشه، مسئله حجاب، نظام مختلط نباشه، نظارت از پروسه تدریسشان داشته باشه و در این راستا دولت نظام و وقت و مکلفت های سنگین دارن. ماده به اساس ماده 43 قانون اساسی که دولت مکلف است که در دوره لسانس درس رایگان به هر طفل افغان مساعد بسید. وجود شما با سلامت استفاده ها کردیم. خواهش شما را با سلامت داشته باشه و تشکر از تمام همکارای ما و از تمامی شما که تاییدم بودین. با ما صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی دری نوشته کنین، صفحه ما را لایک کنین، محتویات شبش را بگذارین. سوال و نظری بود در خدمت شما. سوالاتی که امروز در واتساپ یا فیسبوک گذاشتین هفته های بعد انشاءالله میپرسم. واتساپ ما 0782224710. تا دیدار بعد خوش باشین. الله نگهدار شما. Thank you.